معذرت خدمت شما و تمام بینندگانی که ما را از طریق شبکه افغان بلین میدیا میبینن. انشاءالله که در هر جای دنیا هستین دور سلامت و سلام باشین. تشکر آقا سمتران در خدمت شما هستم. زنده و سلامت باشین. واکنش ها که در صفحات مجازی بعد از اون نظری که آقای بایدن گفت که افغانستان خداوند نظر خودش برداشته یا مشم چه قسم بود موضوعش، راجع به این موضوع شما که توضیح کردید. خب البته ما برنامه ما سیاسی نیست، برنامه ما دو سایز قسم مختلف است. ما برنامه دینی داریم، برنامه بساب سرگرمی داریم، بساب انشاءالله که شخصیت هایی که میریم در رابطه با شخصیت بزرگ افغانستان کار کنم 70 سال پیش 60 سال پیش، البته اونم در برنامه است که من شما یک جای رو خاطر آوردیم. خدمتی که شما میبینین هموطن عزیز، جناب بایدن در نیرو گفته که افغانستان خدا ترک کرده، یعنی خداوند از افغانستان خارج شده. اما یک چیز دیگر به شما بگم عزیزا که شما اکثرای ما را میشنوین، ببینین ما وقتی که به تاریخ افغانستان رو میخوریم، سه مرتبه انگلیس به افغانستان حمله کرد که در سه مرتبه شکست خورد و آخرین باره که قوای انگلیس از افغانستان خارج میشه سال 1843 است که اما آخرین افسرش به عنوان نمونه به نام جنرال مکناتن بود که این شما در تاریخ خواندین از افغانستان خارج شد. یکیم با آمدن کودتای افت ثور و قشون سر، اما مقاومت مردم و مردم با یعنی مقاومت کردن و خدا با مردم افغانستان بود، دیدیم که روسا از افغانستان اخراج شد. نشستی که آخری که در بن شد و قوای ناتو، امریکایا و سایر کشورها که ذره 46 کشور داخل افغانستان شدن، اینا از سال 2001 آمدن و آخرین سرباز امریکایی در تاریخ 12 آگوست افغانستان ترک میگن. خداوند افغانستان ترک نگفته، بلکه سربازای اینا جنایتکار، سربازایی که آمدن افغانستان اشغال کنن، چی از انگلیس، چی از امروز، چی از امریکا، اینا را خداوند نخواست که در افغانستان بمانند، چون خداوند با مردم افغانستان هستن. میفهمم که فعلا در افغانستان مشکلات هست، اما خداوند هیچگاه مردم و بندهای خود فراموش نمیکنه. بر هر دین و بر هر آیین و بر هر افکاری که هستن، خداوند با مردم است. با این که برآمدن جناب باید از افغانستان خارج شده، نه خدا، خداوند با مردم افغانستان است. جان تشکر و یک بار دیگه یادآوری میکنیم، بازم سلام خدمت دوستانی که ما را از طریق صفحه افغان برلین میدیا میبینن. در حضور جناب آقای هاشم اکبر و امی جان قرار داریم. دیگه سوال بعدی ما در قسمت محصلین است، محصلینه که میخواین که در اینجا ادامه درس خود بخواین یا میخواین که از طریق دعوتنامه تحصیلی بیان آلمان و اینجا ادامه درس بتن یا بخواین بیاین اینجا، شرایطش چگونه است؟ اگر دوستان کم وضاحت بدین ممنون میشیم. تشکر از شما. آسف مترم و بیننده های عزیزی که شما صدای بنده را میشنوین، من این تقریبا چند نفری که من خودم رسما با اینا با تماس هستم و ادعای کلی دقیق دارم که اینا خودشون از افغانستان خود ثبت نام کردن در برلین. حتی من باور شاید نمیکردم دارم، من برشون زنگ دادم گفتم من تا برلین تا به یونیورسیتی نرم نبینم که کیا هستن، درستشون کیا نیستن. هر زمان دیدم باز زمان شما پولتان بفرستن. الان شما که در افغانستان فاکولته میخونید، خودتان در فضای حساب اینترنت برین داخل شوین، فاکولته مد نظرتان چی تب میخونید، چی انجینری میخونید، چی هر شهر میخونید، چی برلین باشه، فرانکفورت باشه، منشن، هر شهر آلمان باشه، اونجا شما خود ثبت نام میکنین، باز اونها خط بر شما میاد و بین 7.5 الی 10000 دلار مصرفش برای یک سال است. بین 7.5 تا 10000 است. کمی چند نفر من خودم کارایش انجام دادم و اونها فعلا در شهر برلین رسیدن و ادامه به تحصیل دادن. و این کسایی که البته توانش در افغانستان داره که من نمیفهم که در افغانستان فعلا اقتصاد مردم به چی وجه است و اینا میتونن و برازی که به کلی مطمئن شون. دوستای عزیزی که خود در افغانستان ثبت کردین، میتونید با یکی از اقاربتون، خویشاوندایتون، رفیقایتون در آلمان هست، هر شریک هست، شما میتونید با یکی از مؤمنین و دوستا و رفیقا با تماس شوین و معلومات موثق بگیرید که این فاکولتا در این شهر است یا نیست. اونا میرن از نزدیک میبینن، بررسی میکنن، با شما پول و حسابشون حواله میکنن. اونا چون در افغانستان امکانات بانکی نیست واسه که شما در افغانستان بفرستین در آلمان، یا مت مشکلی کاران هست. اینا شما یک نفر مورد اعتمادتون شما در آلمان باید داشته باشین که پول به حساب ازو بفرستین که بازو بره پول در بانک اجنا مثلا بفرسته یا والا کنم، بازو میتونه شما سندش بگیرین با کارتون این ظرف شاید که در ظرف 3 ماه طول میکشه. این کار پروسسی که وزارت خارجه و کل 3 ماه، من چند نفر در ظرف 3 ماه ویزا گرفتن، اینا هر کدومشون اومدن فعلا در برلین به حساب ادامه به تاثیر خود میتن. جان تشکر. و دوستایی که در این خصوص اگه سوال داشتن یا نمیخواستن که مثلا بیاین در این پروسه اشتراک کنن، رئیس محصل در اینجا دعوت شون، اگر سوال داشتن در قسمت کومنت ها میتونن که از ما سوال کنن، انشاءالله باشن جواب میتیم. جان تشکر. بازم یادآوری میکنم شما ما را طریق افغان برلین میدیا میبینین و ادامه سوال ما راجع به این که ما در زمستان نزدیک میشیم و شرایطی که میبینیم در اروپا چندان
به خاطر مسائل اوکراین و به خاطر مسائل سیاسی چندان خوشایند نیست، به خاطر بالا رفتن قیمتا تیل و بنزین و برخی گپا. اگه روشنایی برتین که مثلا چی سرنوشت منتظر این مردمی که در اروپا خصوصا در آلمان زندگی میکنن هست، یک کم در این مورد اگر روشنایی برتین ممنون میشم. تشکر. خب قسمی که شما میدونین کسایی که در افغانستان هستن برای زمین مشکل است که بدونن که وضعیت آلمان فعلا به چه شرایطی متو. کسایی که در آلمان زندگی میکنن شما میبینید که از نفت گرفته تا گاز تا مواد خوراکی لباس پوشاک، یعنی هر آن چیزی که شما میبینین قیمتا سه چند بلند رفته واسه. ما قبلا که بود در چون در بخش ساختمانی خودم کار میکنم به حساب آگاهی مطلق دارم، بیشتر از 30 سال است نشسته کار میکنم. ما قبلا یک پاکت، یک مثال میتونم شما یک پاکت میخه اگه فرض قبلا 5 یورو میخریدیم الان پاکت شده 15 یورو. اگه ما تخت های به حساب گیپس بود یا تخت های رنگ بود یا سامان وسایل دیگه که بود که ما میگرفتیم برای کارهای ساختمانی، این هر موادی که ما فعلا میگیریم سه قیمت است. اینال در اینجا ما به حساب یک چیزی که جنگ ناخواسته که